سلام و درود بیندهای عزیز، امروز جمعه سی سرطان سال 401 هجری خورشیدی که برابر است با 24 جون سال 2022 میلادی می باشد. به این بسته مهم خبری با من فرهاد متین از کانال بروکلین نیوز افغانستان خوش آمدید. به مشری خبرهای این ساعت، خبرها از بلوکی از سر پل حاکی از آن است که مولوی ظریف مظفر از فرماندهان کلیدی طالبان در بلوکی از سر پل با این گروه قطع رابطه کرده است. یک منبع به روزنامه صبح کابل گفت که فرمانده طالبان از یک هفته به این طرف ارتباط خود را با این گروه قطع کرده و در تلاش بسیج و آمادگی جنگ علیه طالبان است. با گفته منبع مولوی ظریف مظفر، قبلا فرمانده قل اردوی طالبان در ولایت هرات بوده، اما چند پیش این گروه در موترش منجا به جا کرده بود که در نتیجه آن شدیدا زخمی شده است. منبع اضافه میکند که مولوی مظفر پس از تداویش از یک هفته به این طرف مردم را در منطقه یوسفک، قلعه شهر خوبال، چلچه، پسنه، دیسور، خمدان و خینجیا، فلس والی کوستانی سر پل بسیج کرده و آمادگی جنگ علیه طالبان شده است. این در حالی است که اخیراً قاری بقاس، فرمانده قطعه سرخ طالبان در ولایت بدخشان نیز با جبهه مقاومت ملی پیوسته و بخشی از ولسوالی تگاب کشم بدخشان را از کنترل طالبان بیرون کرده است. دو منبع به روزنامه صبح کابل میگوید که این فرمانده پیشینی طالبان در جریان دو روز جنگ روستاهای خمبه، کوری، کتبال و چندین روستای دیگر را از کنترل طالبان بیرون کرده است. رهبر طالبان چند روز پیش برای جنگ با قارب وقاص در بدخشان نیرو فرستاده بود، اما عملیاتشان در برابر او ناکام شده است. در حال حاضر این فرمانده پیشین طالبان دست کم 300 جنگجوی مسلح در اختیار دارد. دومین روز درگیری در بلخاب، طالبان تمام راههای محصولات را مسدود کردند. منبع محلی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگوید که در دومین روز درگیری میان نیروهای طرفدار مولوی مهدی مجاهد و طالبان در این ولسوالی آمار تلفات طالبان به 20 کشته و 35 زخمی افزایش یافته است. یک منبع معتبر امروز جمعه سه سرطان به رسانه اطلاعات روز گفته است که نیروهای مردمی در بلخاب نیز تاکنون 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده است. با گفته منبع 3 نفر که قبلا به عنوان اسیر نیروهای مردمی نزد طالبان گذاری شده بود افراد انتحاری خود این گروه بودند. همزمان با این منبع در بلخاب میگوید که درگیری شدید صبح امروز در ساحه قم کتل از سر گرفته شد و چرخبالهای طالبان در آسمان بلخاب گشتنی دارند. با گفته این منبع طالبان تمام راههای محصولات بلخاب را مسدود کرده و هیچ کسی حتی به غیر نظامیان اجازه رفت آمد نمیدهد. منبع در این حال میگوید که باشندگان بلخاب نگران تحریم اقتصادی از سوی طالبان هستند و همزمان قیمتها در این ولسوالی نیز افزایش یافته است. با گفته این منبع دکانداران بلخاب تصمیم گرفتند کم والی دکانهایشان را کمتر به فروش برساند تا نیروهای مردمی با کمبود منابع مواجه نشود. در درگیری در ولسوالی بلخاب روز گذشته آغاز شد که حمله نخست از سوی طالبان صورت گرفته است. نزدیکان مولوی مهدی ادعا دارند که تاکنون در چندین ساحه حمله را عقب زده و چندین اراده موتر و حامی طالبان را نیز تخریب و به غنیمت گرفتند. منبع میگوید که رئیس ستاد ارتش طالبان و فرمانده قل اردوی بلخ و هرات نیز در سر پل هستند و وضعیت امنیتی را از نزدیک زیر نظر دارد. طالبان تاکنون در مورد درگیری در بلخاب چیزی نگفتند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.